بوریس جانسون: رژیم ایران تحت هیچ شرایطی نباید به سلاح اتمی دسترسی داشته باشد. گزارشگران بدون مرز: ایران بزرگترین زندان زنان روزنامه‌نگار در جهان. بیانیه پایانی اجلاس G7 در فرانسه: رژیم ایران هرگز نباید تسلیحات اتمی داشته باشد. خبرگزاری رویترز از بیاریتس فرانسه گزارش داد روز دوشنبه نخست وزیر انگلستان بوریس جانسون در یک کنفرانس خبری در حالی که گردهمایی G7 رو به اتمام بود گفت رژیم ایران نباید تحت هیچ شرایطی اجازه داشته باشد به سلاح اتمی دسترسی داشته باشد. به افزود برای رژیم ایران یک امکان خیلی واضح وجود دارد تا به پایبندی به توافقنامه اتمی برگردد و مذاکره را شروع کند و همچنین رفتار مخرب در منطقه را متوقف سازد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خبر داد در جریان مذاکرات سران G7 در فرانسه همه توافق کردند که رژیم ایران نباید به سلاح اتمی دست پیدا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز آنگلا مرکل در بیاریتس فرانسه ضمن اعلام این خبر گفت در مورد اینکه چه نتایجی ممکن است از مذاکره با رژیم ایران حاصل شود و یا اینکه چه امکاناتی ممکن است فراهم شود امروز نمی‌شود چیزی را پیش بینی کرد. صدر اعظم آلمان افسود ما همه در حل صلح‌آمیز این مناقشه زینف هستیم ولی کار راحتی نخواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در توییتر اعلام کرد مذاکرات موفقی با صدر اعظم آلمان داشته است. سران G7 در بیانیه پایانی اجلاس خود در فرانسه اعلام کردند رژیم ایران هرگز نباید سلاح اتمی داشته باشد. در این بیانیه آمده است ما در این هدف به طور کامل مشترک هستیم که تضمین کنیم رژیم ایران هرگز تسلیحات اتمی نداشته باشد و صلح و ثبات در منطقه حمایت کند. بیانیه G7 درباره سایر چالش‌های بین‌المللی اعلام کرد G7 متحد است تا یک تجارت منصفانه جهانی را برای ثبات اقتصادی جهانی آغاز نماید. G7 تقاضا دارد که وزیران دارایی از نزدیک وضعیت اقتصاد جهانی را مانیتور کنند. بنابراین G7 مایل است به سازمان تجارت جهانی رسیدگی کند تا مؤثر بودن آن را به لحاظ حفاظت از برنامه‌های نرم‌افزاری بهبود بخشد و موضوعات مورد بحث را سریع‌تر حل و فصل نماید. پرویز خزائی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در کشورهای نوردیک طی مقاله‌ای با عنوان هرگز با یک جنایتکار جنگی دست ندهید که در امریکن تینکر درج شده نوشت طرفداران سازمان مجاهدین خلق ایران روز چهارشنبه یک تجمع در اعتراض به دیدار جواد ظریف از سوئد برگزار کردند. معترضین پلاکارد‌هایی در دست داشتند و شعار می‌دادند جواد ظریف یک قاتل است و هیچ کس نباید با او گفتگو کند. جواد ظریف دشمن ایرانیان است. جواد ظریف یک شارلاتان است. او دشمن مردم ایران است. بنابر تازه‌ترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران با 10 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زن که در بازداشت به سر می‌برند، به بزرگترین زندان جهان برای زنان روزنامه‌نگار تبدیل شده است. این سازمان در تازه‌ترین گزارش خود از موج تازه‌ای از بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران در ایران خبر داده است. بنابراین گزارش، جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها 2019 از میان 180 کشور جهان در رده 170 قرار دارد. اما زمانی که سخن بر سر فشار بر زنان خبرنگار است، رژیم ایران به ته جدول سقوط می‌کند. به گفته مسئول دفتر ایران و افغانستان این سازمان، ایران که پیش از این یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران بود، امروز به بزرگترین زندان جهان برای فعالان رسانه‌ای زن تبدیل شده است.